ده ها جوان از سایر ولایات جمع شده به جبه مقامت پیوستند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان باز هم خوش آمدید به یک دیگر از خبرهای چینل کابل وایس امید که تا آخرین خبر با ما بوده و چینل ما را سبسکرایب نمایید. سال محمد ریگستانی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد ده ها جوان از سایر ولایت جمع شده به جبه مقاومت پیوستند. این جوانان سوگند یاد کردند که از عزت وطن و ناموس و مردم خود دفاع می کنند به زودی صدها تن از جوانان که در حال هماهنگی از سایر ولایت هستند به جبه مقاومت می پیوندند روز به روز پیوستن جوانان به جبه مقاومت در حال گسترش است آنان گفتند تا اینکه ما را طالبان و پاکستانی ها از خانه بیرون کرده بکشند خود را پیشا پیش, پیش به جبه مقامت رسانده ایم. یک خبر دیگر، رزاق مامون در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد. 20 روز جرگه بی نتیجه بین شاخه های طالب در ارگ کابل در این میان بقایای حکومت اشرفغنی و معاملگرانی که در مذاکرات پنشیر به جای نرسیدند، در خانه عبدالله با شبکه حقانی در معامله اند. بعد از اعلام نظر و خیرات امران خان، معاملگرها و بقایای دوری فساد غنی به سوی خانه دکتر عبدالله رخ کرده اند. آنجا محل معامله است. میخواهند زنده بمانند و مال و منالشان بیمه شود. اطلاع ارجاع شده به گزارش افغانستان مشعر است که از 20 روز بین سو بین طالبان شاخی درانی و غلزایی جرگه روان است. اما هیچ نشانه ای از تفاهم بین شبکه حقانی و جریان قندهاری ها به چشم نمی خورد. خانه عبدالله آرام آرام از مرکز مصالحه به مرکز جاسوسی تمام کشورهای زی دخل تغییر کاربردی می دهند. و طالب ها همه را دانه دانه دست بسته دستگیر خواهند کرد. دم حاضر که ظاهرا کاری به کارشان ندارند، علتش درگیری با بحران مالی، فشار جهانی، جنگ داعش، اختلافات حقانی و درانی و آمادگی های جنگی جبهه مقامت است. جور آمد جناه درانی با غلزایی ناممکن است. جبه مقاومت انقریب مسیر شمال و جنوب را در سیطره می گیرد و ولایت شرقی به تصرف داعش در می آید. به نتیجه طالب ها در مقیت حکومت پوشالی غنی استاده و فروریزیش کلید می خورد. ناظران دیپلماتیک از جمله سفیر فرانسه در کابل به این باورند که داعش زیر ریش طالب در درون طالب به شدت سرگرم جلب و جذب نفرات جدید است. تا هفته های آینده شاهد تغییرات جدی در اوضاع خواهیم بود. چنان که گفته ایم ماه اصل در روسیه، ایران و چین با طالبان پایان جنجالی دارد. سفیر فرانسه می گوید که صدها عضو داعش در کابل منتظر فرمان برای اجرای حملات انتحاری هند. پس زمینه مداخله دوباره امریکایی ها فراهم شده و بازی بزرگ جدید رسما آغاز می شود. شبکه حقانی متوجه شده است که جناه درانی طالب دیر یا زود با جبهه مقاومت ملی کنار می آید. اما ناظران جبه مقامت ملی بدین باورند که شبکه حقانی در صورت شکست کامل تلاش ها برای صلح میان دو شاخه طالب ممکن است به دایش پیوسته و شاخه دورانی را به سرعت سلاخی خواهند کرد. بنابراین از همین حالا تلاش دارد تعامل با فرماندهان شمالی را در دستور کار خود داشته باشد و در تقابل با جناه درانی ها از آنها به عنوان پیش جنگ استفاده کنند. از همین رو تمام معاملگرانی که در خانه دکتر عبدالله از پنشیر و شمالی و دیگر مناطق گرد هم آمده و روزانه با شبکه حقانی دست در یک کاسه دارند در واقع روی به خیال تشکیل یک شرکت سهامی نابرابر دولتی چانزنی های نرم و تلویحی را از همین حالا شروع کردند. منابع وابسته به جبهه مقاومت ملی به گزارشنامه افغانستان گفتند که در آینده نزدیک شاهد بروز حوادث دراماتیک خواهیم بود. اخیرا در درگیری های در داخل ارگ بین جناه رانده شده درانی ها و غلزایی ها حدود 20 تن از فرماندهان و اعضای برجسته جناح کشته و زخمی شده اند. حتی از زخمی شدن صدهی زبی الله مجاهد نیز گزارش شده بود. او تا همین حالا از ناحیه چپ بدن با مشکل روبرو است. و در وقت نشستن خیلی آرام و احتیاط می نشیند. طبقی یک خبر دیگر، صفحه اخبار جبهه مقاومت در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد ولسوالی روخه ولایت پنشیر به دست نیروهای مقاومت میلی افتاد و همچنان در باقی ساحات پنشیر جنگ و پیشروی به شدت جریان دارد. طبق یک خبر دیگر روزنامه هشت صبح در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد دیدار رئیس الوزرای طالبان با نمایندگان چین روسیه و پاکستان ملا محمد حسن آخاند سرپرست ریاست کابینه طالبان امروز سه شنبه سی سمبله با نمایندگان ویژه روسیه چین و پاکستان در ارگ دیدار کرده است آژانس خبری باختر تصاویر این دیدار را منتشر کرده است در این تصاویر زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان صادق خان نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان و نماینده چین در امور افغانستان دیده می شوند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالی طالبان نیز در این نشست حضور دارند. با تشکر از اینکه تا آخرین خبر با ما بودید جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایس را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا خبرهای دیگر الله نگهدارتان اوقات خوش داشته باشید